بسم الله الرحمن الرحیم خب با تجربه اینکه ما در آستانه ایام نوروز هستیم و تجربه سالهای گذشته نشون داده که یه مقداری در این ایام ممکنه که بازار با تلاتوم هایی مواجه بشه امروز صدا تنظیم بازار مهم مهمی رو منظور نظارت مؤثرتر و جدیتر بر بازار و همچنین کنترل قیمت ها داشت خب به طور خاص در خصوص برخی از محصولاتی که یه مقداری با افزایش قیمت اخیرا مواجه شده بودند، مثلا در خصوص محصول سیب زمینی محصول گوشت گر مصوب شد که وارداتی صورت بگیره به منظور کنترل قیمت بازار در خصوص سیب زمینی از هفته پیش مجوز واردات مصوبه واردات عرض بکنم که تصفیب شده بود برای تا سقف 100 هزار تن که گزارش دادن وزیر جهاد که اولین بخش واردات صورت گرفته و این هفته انشالله توضیح خواهد شد در خصوص گوشت گرم هم تا سقف ده هزار تون مجوزه واردات صادر شده بود که از هفته آینده وارد و توضیح خواهد شد در خصوص روغن هم بنا شد که ظرف هفته آتی و هفتاد هزار تن واردات صورت بگیره البته آمارها نشون میداد که چیزی غریب به 180 هزار تن روغن هم داخل کارخانه جات موجود هست که بنا شد اون هم با نظارتی که صورت میگیره از سوی سازمان تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی سریعتر در بازار توزیع بشه همچنین با, با توجه ترجمه نزدیکی به شب عید میوه هایی که برای شب عید پیش از این تهیه شده بود از هفته آتی مصوب شد که توزیعشون در بازار آغاز بشه انشاءالله مشکلی برای تامین میوه شب عید نداریم؟ نه انبارهای میوه شب عید کاملا تکمیل هست عرض کردم از هفته آتی هم توزیعش به منظور تنظیم قیمت بازار در بازار صورت خواهد گرفتن چه مصوباتی در خصوص برخورد با در کسانی که حالا عامل گران فروشی هستن یا احتکار هستن بفهمید ارز کنم که در خصوص گران فروشی خب هفته پیش هم مصوباتی ما داشتیم برخی از برندهای خاص در برخی از محصولات مواد غذایی که گران فروشی سازمان تعزیرات مکلف شده بود که برخورد بکنه و رستگی بکنه گزارش دادن رئیس سازمان تعزیرات هم در برخی از فروشگاه های ای که نظارت داشتند و گران فروشی صورت گرفته بود یا احتکار صورت گرفته بود برخورد شده در همین تهران برخی از فروشگاه های خاص و مرکزی برخوردی صورت گرفته قیمت ها اصلاح شده و کالاهایی هم که در انبار بوده عرضه شده برخی از برندهای خاص تولید برخی از محصولات حالا به طور خاص مثلا تخم مرغ بود رو به گوجه فرنگی بود 11 ارز بکنم میلیارد ریال داشتیم هفت میلیارد ریال بود عدد هایی که محکومیت هایی رو ارز بکنم مجازات هایی رو سازمان تعذیرات حکم داده بود و قیمت ها هم اصلاح شده یعنی ظرف همین هفته گذشته برخورد شده و قیمت ها برگشت شده به عقب اصلاح شده از سوی اون تولید کننده های برند عمده. مقرر شد که همین مسیر رو با سرعت بیشتری حتی شخص خود رئیس سازمان تعزیرات و اون بخش های نظارتیشون نظارت بکنن برخورد های لازم رو انجام بدن به ویژه با اون تولید کننده های عمده ای که قیمت های مصوب رو رایت نکردن و حتی مواردی که اخلال عمده تشخیص داده بشه علاوه بر برخورد به عنوان حالا یا قاچاق یا احتکار اونهایی که عمده تشخیص داده میشه به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع محصولات اساسی برای دادگستری ارسال بشه که اونجا هم با این عنوان مجرمانه مورد رسیدگی قرار بگیره خیلی متشکرم جناب سلامت باشید خدا نگهدارتش